شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان اخیراً در مصاحبه با تلویزیون جی نیوز آن کشور گفته است که اکثر خانواده های رهبران طالبان در شهرهای پاکستان زندگی می کنند. آقای احمد افزوده که اجساد طالبان در خاک این کشور دفن می شود و مجروحین آنها نیز به پاکستان منتقل شده و در آنجا مورد درمان قرار می گیرند. حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه در صفحه تویترش نگاشته است شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان را به دلیل افشای حمایت پاکستان از طالبان تحسین می کند. آقای محیب همچنان افزوده است که به بیشتر پاکستانی های شجاع نیاز داریم تا در مورد حمله به افغانستان صحبت کنند. پاکستان که در طالبان و در مشرانو کورونه، کاروبار و جایدادونه، در طالبان و نظامی کمیسونونه، در دوی لپاره در اوسیدو ځای او روغتیایی اسانتیاوی او نور ډیر مسائل هغه څه دي چې د سیمې او نړۍ په کچه برملا شوي او وخت پر وخت پاکستانی چارواکي هم اعتراف ته اړ شوي دي. غوره دا ده چې پاکستانی چارواکي د دې اعترافاتو او متزلزل دریځ پر ځای د افغان سولې په پروسه کې کوټلي ګامونه واخلي. وزیر داخلی پاکستان در بخش از گفته های خود از گروه طالبان خواسته است تا به تحریک طالبان پاکستانی و دیگر گروه های اجازه فعالیت علیه این کشور را ندهند. وزارت امور خارجه افغانستان به این اظهارات شیخ رشید احمد واکنش نشان داده و گفته است که تحریک طالبان پاکستانی به هیچ وجه در افغانستان هسته گذاری نشده و نه هم در افغانستان فعالیت دارد. اما وزارت خارجه پاکستان این گفته های وزارت خارجه افغانستان را رد کرده است. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان نگران است و افزوده است که ادامه این وضعیت ممکن باعث سرازیر شدن افغان ها به پاکستان شود. به گفته شاه محمود قریشی پاکستان قبلا نیز میزبان میلیون ها پناهجوی افغان بوده و ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره خواهان برگشت آبرومند و با عزت موجودین افغان به کشور بوده. در این خصوص در چارچوب های موجود همکاری میان افغانستان و پاکستان به شمول پلان عمل اپاپس ما با پاکستان کار میکنیم. انتظار ما ای است تا کشورهای همسایه از مسئله مهاجرین به عنوان ابزار فشار بالای افغانستان استفاده نکنند. این در حالی است که با تشدید جنگ در افغانستان مرکز برخی از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کرده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دلیل این سقوط ها را خلای به وجود آمده از خروج نیروهای ائتلاف و مشکلات در انتخاب محلات نظامی عنوان می کند. در نقاط شکست با عقب نشینی و شکست مواجه شدن نیروهای دفاعی امنیتی ما تحت فشار و یا گفتم ناشی از او عواملی که بوده مناطق از دست رفته و باز دوباره مناطق دست به دست شده. من انشالله یقین دارم که به یاری خداوند بزرگ و با در عالم اسباب با حمایت مردم افغانستان این روند توقف پیدا میکنه و دوباره متوجه میشه طرف مقابل که چیزی را که رای حل فکر میکنن رای حل در قضیه افغانستان نیست. آمارهای وزارت دفاع افغانستان نشان میدهد که در یک شبانه روز گذشته بیش از 90 جنگجوی طالب کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشته است.